درود به شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با مشروع خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. امروز پنجشنبه 24 آگوست 2023 میلادی برابر است با دوم شهریور ماه سال 1402 خورشیدی. همدمان با بازداشت و افزایش فشار بر خانواده های دادخواه جانباختگان اعتراضات، منابع حقوق بشری ایران از احضار لیلی مهدوی مادر سیاوش محمودی از کشته شدگان اعتراضات سراسری به دادگاه خبر دادند. وبسایت حقوق بشری هرانا از یک منبع آگاه نقل کرده که روز چهارشنبه 1 شهریور ماه ماموران ضمن تفتیش منزل خانم مهدوی برخی از لوازم شخصی از جمله تلفن همراه وی را ضبط کردند. این منبع آگاه همچنین گفته است که همزمان با این تفتیش خانم مهدوی به دادسرای اوین احضار شده و باید روز شنبه 4 شهریور ماه به این مرجع قضایی مراجعه کند. سیاوش محمودی معترض 16 ساله در تاریخ 3 شهریور ماه سال 1401 و در روزهای آغازین اعتراضات زن زندگی آزادی در محله نازی‌آباد تهران بر اثر اصابت گلوله نیروهای حکومتی کشته شد. لیلی مهدوی مادر سیاوش بعد از قتل فرزندش به دست نیروهای امنیتی همواره دادخواه خون فرزندش بوده و پست‌های اعتراضی بسیاری در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده است. سامان یاسین در یک فایل صوتی که به تازگی انتشار یافته برخی از شکنجه‌های جسمی و روانی تحمیل شده بر او از جمله اعدام مصنوعی، شکستن بینی، حضور در سردخانه و انتقال به بیمارستان روانی طی ماه‌های گذشته را شرح داده است. آقای یاسین در این فایل صوتی که روز چهارشنبه توسط شبکه حقوق بشر کردستان منتشر شده میگوید که مسئولان بازداشت او با تهدید در مورد آسیب رساندن به خانواده‌اش این جوان را مجبور به اعتراف اجباری و پذیرفتن اتهامات از جمله تیراندازی کردند. این خواننده زندانی در ادامه گفته است که در فاصله بازجویی و تهدید خانواده‌اش او را 2 شب به سردخانه برده و در آنجا با قرار دادن خودکار در حفره بینیش آن را شکسته و چند بار او را از پله‌ها به پایین هل دادند. او در فایل صوتی منتشر شده اخیر که تاریخ ضبط آن مشخص نیست در شرح اعدام ساختگی خود توسط مقامات زندان گفته است که بعد از صدور حکم اعدام به زندان رجایی شهر منتقل شده و در آنجا با محسن شکاری در قرنطینه بوده و یک بار هم برای اعدام مصنوعی منتقل شده بود. به گفته ی آقای یاسین او بعد از یک دوره شکنجه بار دیگر به زندان اوین منتقل شده و 1 ماه بدون پرسش و بازپرسی در انفرادی بوده که خبر نقض حکم را دریافت می‌کند. یک حقوقدان با تاکید بر اینکه توقیف خودروها به خاطر رعایت نکردن حجاب اجباری بدون حکم قضایی غیرقانونی است، پرسیده است که چرا نیروی انتظامی به اقدامات غیرقانونی خود پایان نمی‌دهد. محسن برهانی حقوقدان و استاد دانشگاه در واکنش به توقیف خودروهای شهروندانی که به حجاب اجباری حل نمی‌دهند توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی به مردم توصیه کرد که نه ماشین و نه سویچ آن را به ماموران تحویل ندهند. او در توییتی تاکید کرد حق بازداشت شما را ندارند. برهانی همچنین به شهروندان پیشنهاد کرد که از اقدامات غیرقانونی مقامات تصویربرداری کنند و گفت از دوربین برای ثبت اقدامات غیرقانونی غافل نشوید. جواد حیدریان روزنامه‌نگار میگوید به خاطر انتشار تصاویر رقص و تصاویر زنان بدون حجاب اجباری در جشنواره لیدوما در برج میلاد تهران از سوی داسترا در تهران احضار شده است. آقای حیدریان در حساب توییتری خود نوشت داسترای جرایم اخلاقی استان تهران او را به خاطر انتشار این فیلم به اشاعه فحشا از طریق انتشار تصاویر رقص و کشف حجاب در جشنواره فرهنگی لیدوما متهم کرده است. چند دور است که جشنواره لیدوما با حضور اقوام لور سراسر کشور برگزار می شود و 8مین دوره آن در تالار همایش های برج میلاد تهران برگزار شد. در این جشنواره موسیقی لوری به صورت زنده اجرا شد و حاضران با آن به ابراز احساسات پرداختند. در میان برنامه هم مقامات برق سالن را قطع کردند. احمد براتینیا پدر شهریار براتینیا فعال سیاسی بازداشت و انتقال پسرش از ترکیه به ایران را تایید کرد و گفت او همکنون در زندان اوین است. به گفته یه وکیل شهریار براتینیا به اوایل مرداد و بعد از پایان مهلت قانونی اقامتش در ترکیه
از طرف پلیس استانبول دستگیر و به کمپ پناهجویان در نزدیکی مرز ایران منتقل شده بود. شهریار براتنیا در اواسط مرداد در یک مکالمه تلفنی کوتاه به پدرش گفته بود که در مرز بازرگان است و از طرف پلیس ترکیه به مقامات ایرانی تحویل داده خواهد شد. به روز چهارشنبه 1 شهریور ماه در تماسی تلفنی به پدرش از انتقالش به زندان اوین خبر داد. به گفته پدر شهریار براتنیا، فرزندش در سال 1400 هنگامی که قصد ورود قانونی به ایران را داشت در فرودگاه دستگیر شده بود. به گفته پدرش، فعالیت‌های سیاسی شهریار در محدوده شبکه‌های اجتماعی بوده و او از حقوق کارگران دفاع می‌کرده است. غلام حسین محسنی ژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی با طرح این ادعا که دشمن ترفند ایجاد بدبینی را دنبال می‌کند گفت هر کسی را می‌خواهیم نصب کنیم 10 مطلب برایش درست می‌کنند. او پیش از این و در پی جنجال افشای کلیپ رابطه جنسی دو مقام جمهوری اسلامی با مردان هم در واکنشی تلویحی مدعی شده بود که دستور کار دشمن تخریب اشخاص و نهادهای جمهوری اسلامی است. محسنی ژه‌ای که روز پنجشنبه 2 شهریور ماه در همایش دادستانهای عمومی و انقلاب کشور سخنرانی می‌کرد خطاب به آنها افزود دست روی هر کسی می‌گذاری هر کس تا می‌خواهی نصب کنی 10 مطلب درست می‌کنند که این است 10 پیش این بوده. او به صورت غیر مستقیم مطالبی که به گفته او برای این افراد درست می شود را تایید کرد و گفت بله درست است، اما افراد را طرد نکنیم. ژه‌ای در ادامه بدون اشاره به مشکلات سیاسی و فرهنگی و به ویژه اقتصادی که خود مقامات جمهوری اسلامی هم به آنها اذعان دارند مدعی وجود دشمنی شد که امروز بر روی ناامید کردن و ایجاد یأس در مردم و بی‌اعتماد کردن آنها نسبت به کارگزاران نظام متمرکز شده است. وی در ادامه به دادستانها توصیه کرد نباید به واسطه شایعات و دروغ‌هایی که ساخته و پرداخته دشمن است بدبینی و سوءظن در جامعه ایجاد شود و افراد حزب و طرد شوند. روزنامه اعتماد در گزارشی روز 2 شهریور ماه فهرستی از اسامی 157 استاد دانشگاه که در دولت‌های محمود احمدی نژاد، حسن روحانی و ابراهیم رئیسی اخراج شده اند را منتشر کرده است. در این گزارش آمده که جمهوری اسلامی دست کم از نیمه دوم سال 1384 در دولت اول احمدی نژاد شماری از استادان عمدتاً با سابقه را به اتهام نگرش سکولار اخراج کرده است. در روزهای گذشته خبرهای متعددی از اخراج و بازنشستگی پیش از موعد اساتید همراه با جنبش زن زندگی آزادی در دانشگاه‌های مختلف و تلاش حکومت برای جایگزینی آنها با 15,000 عضو هیئت علمی همسو منتشر شده است. بر اساس گزارش روزنامه اعتماد طی دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد، روحانی و رئیسی افت کیفیت آموزشی که اخراج استادان با سابقه برای کشور به دنبال داشته به حدی رسید که در تیر ماه 1390 نمایندگان اصولگرا در مجلس هم نسبت به آن اعتراض کرده و کامران دانشجو وزیر بخت علوم را به استیضاح تهدید کردند. اعتماد همچنین تصریح کرده که آغاز روند اخراج اساتید دانشگاه در مهر ماه 1384 و بعد از سخنرانی محمود احمدی نژاد در جمع اساتید بسیجی دانشگاه بود. او در این سخنرانی گفت که باید فضای دانشگاه ها به غایت انقلابی و آرمانی باشد و پروژه حزب استادان منتقد از دانشگاه ها کمی بعد از این حرف ها با صدور حکم بازنشستگی همزمان 10 استاد و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران شروع شد. این گزارش تایید کرده که پررنگ ترین اتهامی که به اخراج صدها استاد منتقد از دانشگاه های دولتی و غیر دولتی منجر شد نگرش سکولار بود، اتهامی که نیاز به اثبات و سند نداشت و تلقی و گمان مسئولان دانشگاه ها برای قطعیتش کفایت میکرد. برندگان هشمان در این لحظه توجه شما را به پایم های بازرگانی جلب. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 معتبر برا.
شمایی که بیزینس رو در دوران سخت و طاقت فرسای کرونا حفظ کردید و حقوق تمام کارمندانتون رو به طور کامل پرداخت کردید، حالا نتیجه اون رو ببینید. دولت به شما در ازای هر کارمند 26,000 دلار پرداخت میکنه. بله، 26,000 دلار. آیا شما در زمان پندمیک باز بودین و حقوق پرسنلتون رو پرداخت میکردین؟ بله، ما در زمان پندمیک باز بودیم و به همه کارمندان و کارگرامون حقوق پرداخت میکردیم و همه اونها روی پیرول بودن. فقط با تکس رزولوشن پلاس مشاغل خود را زنده و پویا نگه دارید. خدا رو شکر IRS از طریق ERC بابت هر کارمند و کارگر به ما تا مبلغ 26,000 دلار پرداخت کرد که ما ازشون خیلی متشکریم. 866-909-1001. پنیر پیکنیک تهیه شده در اتریش از شیر کاملا طبیعی، یکی از پرطرفدارترین محصولات کراجان می باشد. در هر سن و سالی که هستید، صبحانه، نهار و یا شام خود را با پنیر سالم و مقوی پیکنیک تکمیل تر کنید. پنیر پیکنیک را می توانید از تمام سوپرمارکت ها خریداری کنید. پنیر پیکنیک، بهترین بهترین ها. صدای شما در دادگاه مهم است. هموطن، شما برای حل مسائل قانونی و رسیدن به حقتان در دادگاه‌های ایران نیاز به وکلای جوان، پویا و خوشنام دارید. رفع مصادره املاک طبق اصل 49 قانون اساسی، کلیه دعاوی حقوقی، زمین و املاک و مستغلات، اخذ اجازه افک برای انتقال ارز از ایران و کلیه امور، ابطال سند، ابطال قرارداد، اجرای ثبت، اختلافات ثبتی، اخذ و مطالبه اجرت المثل، ارث، الزام به تنظیم سند رسمی، انحصار وراثت، تخلیه املاک مشاعی، تفکیک، افراز و تقسیم، تنظیم قراردادها، چک، حضانت فرزند، خلع ید و تخلیه. وکلایی که آگاهی کامل از قوانین جدید ایران همراه با پشتوانه و تجربه پرونده های برنده را دارد. 24/7 lawyers 24 ساعته 7 روز هفته در خدمت شماست. شماره تماس 818-577-77-59. خبرها رو دنبال میکنیم. به دنبال انجام دو حمله مسلحانه به شاهچراغ شیراز، استاندار فارس در اظهار نظری عجیب اعلام کرد یکی از اقدامات جدید برای ارتقای امنیت مکانهای مذهبی ممنوعیت سکونت اتباع خارجی در اطراف این زیارتگاه است. محمد ایمانی روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری‌های داخلی ایران گفت بر اساس مصوبه اخیر، در محدود بافت 57 هکتاری اطراف حرم‌های شریف سکونت اتباع بیگانه کاملا ممنوع شده، مگر اینکه اداره اطلاعات این اجازه را برای فرد یا افراد صادر کرده باشد. یک مقام استان سیستان و بلوچستان روز پنجشنبه اعلام کرد که در پی وقوع طوفان و ریزگرد در منطقه سیستان، از روز 30 مرداد تا کنون 800 تن به مراکز درمانی و بیمارستان ها مراجعه کردند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، مجید محبی مدیر کل دفتر مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان گفت که در 5 شهرستان زابل، ضحک، هامون، هیرمند و نیمروز 800 تن از مردم منطقه سیستان راهی بیمارستان و مراکز درمانی شدند که از این تعداد 83 تن بستری هستند. و افزود مشکل تنفسی، قلبی و چشمی از عمده مشکلات مردم در این مدت بوده است. آفریقای جنوبی اعلام کرد که اعضای کنونی بریکس شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی در نشست جوهانسبورگ توافق کردند که از ابتدای سال آینده میلادی پذیرای 6 عضو جدید از جمله ایران و عربستان سعودی باشند. همزمان حضور رئیسی در آفریقای جنوبی اعتراض سازمان‌های حقوق بشری را برانگیخت.
رئیس جمهوری آفریقای جنوبی روز پنجشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با رهبران اعضای کنونی بریکس گفت که با عضویت کشورهای جدید فصلی تازه در این گروه آغاز خواهد شد. آرژانتین، مصر، اتیوپی، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و ایران شش کشوری هستند که به گروه بریکس اضافه شدند. بلافاصله بعد از اعلام این خبر، مقامات جمهوری اسلامی از آنچه پیشرفت تاریخی و یک موفقیت استراتژیک برای سیاست خارجی کشور خواندند، استقبال کردند و این پیروزی را به علی خامنه‌ای با عنوان رهبر معظم انقلاب تبریک گفتند. اما حضور ابراهیم رئیسی در نشست جوهانسبورگ اعتراضاتی را به دنبال داشت. محمود امیری مقدم، مدیر و سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران، از جمله معترضان به این حضور بود که تاکید کرد به حضور رئیسی در آفریقای جنوبی اعتراض کنیم. عضو هیئت مرگ و رئیس دولت در رژیم جمهوری اسلامی امروز مهمان دولت آفریقای جنوبی است. او متهم به جنایت علیه بشریت است. و افزود باعث تأسف است که دولت آفریقای جنوبی، کشوری که خود قربانی آپارتاید محسوب می شود، از یک جنایتکار در این سطح استقبال می کند. باید در دنیا هزینه استقبال از رئیسی را بالا ببریم. ایرانیان خارج از کشور می توانند از طریق تجمع مقابل سفارتخانه های آفریقای جنوبی یا فرستادن ایمیل به مقامات آفریقای جنوبی در کشورهای محل اقامتشان به حضور رئیسی در این کشور اعتراض کنند. یک روز بعد از سقوط هواپیمایی که بر اساس برخی گزارش‌ها یوگنی پریگوژین، فرمانده و رئیس شبه نظامیان گروه واگنر هم در بین سرنشینان آن بود، ارزیابی شده که او احتمالاً در این سانحه کشته شده است. وزارت حوادث غیر مترقبه روسیه تایید کرده که در سقوط جت شخصی متعلق به گروه واگنر در غروب روز چهارشنبه در مسیر پرواز هواپیما از مسکو به سن پترزبورگ، همه 10 سرنشین شامل 7 مسافر و 3 خدمه کشته شدند. کانال تلگرامی منطقه خاکستری که مرتبط با گروه واگنر است، مرگ یوگنی پریگوژین را تایید کرد. این کانال نوشت که خائنان به روسیه عامل این اقدام بودند. رئیس جمهوری اوکراین روز پنجشنبه گفت که این کشور هیچ ارتباطی به مرگ احتمالی یوگنی پریگوژین در سانحه هوایی روز چهارشنبه ندارد. او در اظهاراتی کنایه‌آمیز که به نظر می‌رسد به مقامات روسیه اشاره دارد، افزود: فکر می‌کنم همه متوجه می‌شوند که این کار چه کسی بوده است. 8 رقیب از حزب جمهوری‌خواه در یک مناظره تلویزیونی شرکت کردند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین، در این مناظره حاضر نشد، اما همزمان با شرکت در یک مصاحبه تلویزیونی از برنامه‌های خود دفاع کرد. در شهر ملواکی، بزرگترین شهر ایالت ویسکانسین، 8 رقیب شامل داگ برگم، فرماندار داکوتای شمالی، مایک پنس، معاون پیشین ترامپ، ران دسانتس، فرماندار فلوریدا، ویبک راماسوامی، سرمایه گذار، نیکی هیلی، سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل، تیم سکات، سناتور جمهوری‌خواه از ایالت کارولینای جنوبی، آسا هاتچنسون، فرماندار آرکانزاس و کریس کریستی، فرماندار پیشین ایالت نیوجرسی حاضر شدند. عمده مسائل مطرح شده در این مناظره درباره مسائل اقتصادی و حول انتقاد از دولت جو بایدن بود. همچنین بحث تغییر اقلیمی، موضوع سقط جنین و همچنین وضعیت حقوقی دونالد ترامپ از دیگر موضوعات این مناظره بود. در خبری دیگر، رودی جولیانی، وکیل شخصی پیشین دونالد ترامپ، روز چهارشنبه خود را به زندان شهرستان فولتون در ایالت جورجیا تسلیم کرد تا به اتهامات علیه خود درباره همدستی با رئیس جمهوری سابق به منظور تغییر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 پاسخ بدهد. پلیس طالبان در کابل کشته شدن هورا سادات، یوتیوبر در کابل را تایید کرد. سخنگوی پلیس طالبان در کابل اعلام کرد که نیروهای آنها 2 تن از جمله 1 زن را به ظن قتل او دستگیر کردند. اظهاراتی از خانواده هورا سادات درباره قتل او تاکنون منتشر نشده است. سخنگوی پلیس طالبان جزئیات بیشتری ارائه نکرده، اما افزوده که تحقیقات درباره چگونگی و عاملان قتل او جریان دارد. بعد از بازگشت طالبان به قدرت، شماری از جمله برخی خبرنگارانی که کارشان را از دست دادند، به راه اندازی کانال‌های یوتیوب روی آوردند. در این میان شماری از زنان از جمله هورا سادات هم با افراد مختلف در کابل و شهرهای دیگر مصاحبه می‌کردند، آنها را روی کانال یوتیوب خود منتشر می‌کرد. بیننده هشمند، بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید.
درست انتخاب کنید. هیدری لا گروپ، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایتشر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 HeyderiLawGroup.com. با ریسیورهای خود کلنجار نروید. جلباکس HD 500 کامل ترین و ساده ترین ریسیور اینترنتی بدون نیاز به دیش، با بیش از 800 کانال تلویزیونی به زبانهای فارسی، ارمنی، ترکی، دری، آشوری، آذری و کلیه رادیوهای فارسی زبان و بیش از 1,000,000 ساعت فیلم و سریال با وارانتی و قابل استفاده در سراسر جهان. برای سفارش با شماره 818-451-5678 همکنون تماس بگیرید. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان های مجرب و ارائه واکسن های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق، به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در یک هفته. دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز افک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. خبرها را دنبال میکنیم. سر جان الیوت گاردینر، یکی از برجسته ترین رهبران ارکستر جهان، در پی اتهام ضرب و شتم یک خواننده از شرکت در برنامه سالانه اجرای موسیقی کلاسیک بی بی سی پرام کناره گیری کرد. گفته شده است که در جریان کنسرتی در پاریس، سر جان به خاطر اینکه ویلیام توماس خواننده باس از جهت اشتباه تالار خارج شده بود به او مشت زد. یک منبع آگاه گفته است که سر جان احتمالاً از برنامه‌هایش در اروپا برای تابستان امسال کناره‌گیری خواهد کرد. سر جان یکی از چهره‌های برجسته جنبش اصالت سازها در موسیقی است. در اوایل سال جاری، سر جان در مراسم تاجگذاری چارلز سوم پادشاه بریتانیا در کلیسای وست‌مینستر شرکت داشت و گروه تک‌نوازان باروک انگلستان را در اجرای قطعاتی قبل از آغاز مراسم مذهبی تاجگذاری رهبری کرد. مجموعه از ترانه‌های اردلان سرفراز، شاعر و ترانه‌سرای سرشناس ایرانی به زبان انگلیسی در کانادا منتشر شده است. کتاب آینه‌ها ترانه‌سرایی نوین ایران شامل 40 ترانه اردلان سرفراز است که در گذشته توسط خوانندگان مطرحی چون هایده، گوگوش، ابی یا داریوش اجرا شدند. سرزمین من، دو پنجره، گریز یا سال 2000 از جمله ترانه های این کتاب هستند که توسط سارا اکرمی، نویسنده ساکن شهر تورنتو، ترجمه شدند. بینندگان عجمن، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق فرمان آقای شهرتی. روزگار خوشی رو براتون آرزو میکنم.